درود دوستان و سروران، در خدمتون هستم برای فال روزانه‌تون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب 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 باشه دوستان، ولی اگه خوبم نباشه بگه حال من خوبه و بهتر خواهد شد. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و همچنین شما دوست یار مهربانی که در کنارم هستین. باور کنین که این شما هستین که این کانال رو نگه میدارین دوستان. روی شما حساب میکنم برای حضورتون و برای کامنت های خوبتون دوستان، و همچنین انگلیسی یادتون نره، لایک یادتون نره، از این چیزهای دیگه من هر روز نمیگم چون به مسئولیت هر کدوم از شما باور دارم دوستان. مهربانان، ببینیم چه خبر است در انرژی های روزانه شما. در اولین کارت ببینیم، امیدوارم که حس حال دلتون خوب باشه، چون من الان یک نوجوانی توی خونه دارم، یک دقیقه حالش خوبه یه دقیقه حالش بده. به هر حال یاد اون زمان ها میگم این وای به حال دل مادر پدرای ما چی کشیدن. خب اینجا خجالتی هستی. نوجوان من خیلی خجالتی هم نیستش، امیدوارم که شما هم خیلی خجالتی نباشین. حالا خجالت وقتی حرف میزنه نه اینکه حالا یواشکی نمیدونم خجالتی فلان، نه، ببینید دوستان یه سری چیزها رو برای خودم نگه میدارم، حرفش هم نمیزنم، یک سری مسائل رو واسه خودم نگه میدارم و اینکه نمیخوام آنچنان برم همه جا جار بزنم. به قول فرانسویا میخوای خوشبخت زندگی کنی، مخفی زندگی کن. خب ببینیم کارت های دیگر رو. کارت بعدی عزیزان چه چیزی میگوید؟ حل از اون دیگران در مقابل شما. دیگران در مقابل شما صبور هستن، نگاهتون میکنن ببینن چه خبر هست، چه کار میکنین، چه کار نمیکنین. شما از خودتون خبر نمیدین، دیگران هم همونجا تلسکوپ انداختن تو خونتون ببینن چه خبره. خب دیگران در مورد شما صبوری میکنن، در واقع حالا شوخی رو بذاریم کنار، باهاتون صبور هستن. کارت بعدی عزیزان حرف از فاصله میذاره و اینکه حرف از حرکت برای یک سریا دوستان. شاید یه مسافرت یک جا به جایی رو به صورت کلی دارین و اینکه نمیخواین در ارتباطش با کسی حرف بزنین. برای یه سری دیگه دوستان عزیز توجه کنین، حرف از چی میزنه؟ حرف از یک دور شدن و میزنه، رسیدن به یک آرامش. آبهای متلاطم رو پشت سر میگذارم، میرسم به این ساحل آرام، ولی در موردش آنچنان شاید صحبت نکنم. اوکی ببینیم کارت های بعدی رو. خب کارت بعدی عزیزان دل حرف از چی میزنه؟ حرف از این میزنه که یک سری از شما عزیزان دل خیلی وقت هستش که یک مسئله دارین روش کار میکنه، خیلی وقت هستش که دارم میبینم که حالا یک سریاتون یه متخصصی هست دوستان، سریاتون یک راهی برای رسیدن به یک تخصصی هست دوستان عزیز. دارم میبینم که اینجا که براش حالا یا قضاوت میشدین یا قضاوت باید مثلا حتی برای یک سری از دوستانی که پایان نامه ای دارن یا به هر حال جلوی قاضی باید برن، هر چیزی میتونه باشه که براش زحمت کشیم، خیلی هم قدیمی هستش، دارم میبینم که داریم به یک آرامش میرسیم، مسائل در حال حرکت هستن. خب در ارتباط با ببینیم کارت بعدی رو من از چه دست کارتای بعدون استفاده کنم، از اینا استفاده میکنم دوستان. خب میگه که خودتون رو دست خدا بدین. خب اوکی بس بدین دست خودتون رو دست خدا بدین دوستان. چی بهتون بگم؟ دست من ندین، دست خدا بدین. برای که واقعا اینجا یعنی واقعا عزیزان داره یه وقتایی یه کارهای هستش، یک مسئله هستش که دیگه بستگی به شما نداره، چه ناراحت باشیم، چه خوشحال باشیم، چه نمیدونم چه مضطرب باشیم، ولی ما طبیعتمون یک جوری هستش، ولی اگه دست ما هم نباشه مضطربش هستیم دیگه. اگر بتونیم رها کنیم اون تا اونجا که کاری از دستمون برمیاد چرا که نه، ولی بعد از اون دیگه رها کنیم. خب کارت بعدی دوستان دارم میبینم که خب نمیتونین این کارم نمیتونیم بکنه، یعنی که آنچنان خودتون دوستان توجه کنین که یک مسئله هست که برای شما مهم هستش که دارم میرم خودتون رو رها هم نمیتونیم بکنه. از جانب دیگه دوستان برای یک عده دیگه دارم میبینم که مثل که انگشت اتهام و نمیدونم حرف نسبت به شما زیاد هستش. این کارتا به تو میگه رها کنین، این مسئله همیشه بوده، از ابدالعمر بوده، به آرامش و
آسایش خودتون بپردازین. دیگران هر چی میخوان بگن بگن. یه وقتایی دوستان از دیگران به عنوان یک هتل 5 ستاره استفاده کنین، چون لیاقتشون بیشتر از این نیستش. اون چیزی که دارن به من میدن میگیرم، بقیهشون رو چشم میبندم روش. به این درجه وقت یه وقتایی با یک سری از افراد باید رسید دوستان، متاسفانه. خب ببینیم کارت های دیگه در ارتباط با شما دوستان گل و بلبل من چه خبر است. خب شما افتادین، تشریف آوردین دوست عزیز مهربان. ببینید برای یه سریتون یک مسئله قضایی اداری یه چیزی هستش که دوستان داره خیلی یواش و آهسته جلو میره، ولی دارم میبینم دارین قدرت میگیرین. آفرین بر شما، یک مسئله جدید داره اتفاق میفته، قدرت دارین میگیرین. یک سریاتون دوستان عزیز در یک ازدواجی دست و پاتون گیره، بند هستش، ولی دارم میبینم باز هم دارین این قسمت قدرت میگیره. حالا بند هستش به خاطر چی؟ به خاطر که ممکن هستش که یکی از شما، حالا ممکن هستش که حالش خوب نباشه، ممکن هستش یا یکی از شما توی اون ازدواج اونجوری که باید همکاری و همراهی نمیکنه، ولی من دارم میبینم که کمکی داره به سمتتون میاد. اینجا قدرتمند دارین میشه. و اما بپرسیم از کارت های بعدی چه خبر در کارت های بعدی و انرژی هایی که با شما همراهی میکنه. یک کارتی، اولین کارت، باز هم ببینین کارت عدالت دومرتبه اومد اینجا نشسته. صفا جدا میکنم، یا مسار اداری قضایی الان در راه هستش که دارم میگه خودتو ده بده دست سرنوشت دوستان عزیز، و اینجا یک هماهنگی داره ایجاد میشه. کارت دیگه، باز هم یه آرکان ماژور دیگه، یک تاروت کبیر دیگه، میگه که انرژی مثبت اعتماد و سبکبالی داره به سمتتون میاد. چالش دو تا براتون افتاد. به حس ششمتون اعتماد کنین دوستان و به آرامش برسین. دو تا 6 دوستان عزیز، دو تا 6، یه 6 همون بالا، هرچه 6 دنیاست مال شماست دوستان. توجه کنید اینجا میگه اعتماد داشته باشین. حالا اگه یه 8 نبود 6 و 8، آها 8 اینجاست 6 و 8 برقصیم با هم حالمون بهتر میشه. اعتماد کنین، به آرامش برسین با چشم سومتون. آره من یه مرتبه 6 و 8 رو یاد این افتادم که آره یه وقتایی دوستان عزیز هیچ کاری نکنیم، فقط یه آهنگ بذاریم و اینکه حال خودمون رو خوب کنیم، نه اینکه آهنگای غمگینی که یاد بدهکاریمون بیافتیم. خب یه وقتایی هستش که واقعا حس ششمون خیلی حرفا رو به اون میزنه، بهمون میگه آرامش داشته باش، ولی ما خودمون رو از یک آرامش در میاریم. ببینیم کارت بعدی رو با هم، آخرین کارت، توصیه کارت ها بهتون چه چیزی هست. توصیه کارت ها براتون هستش که میگه که درست تصمیم بگیرین خب و خیلی در عالم هپروت نباشید. خب از همین رو که بگذاریم، سخن کارت های دیگه خوشتر است، میریم سراغ کارت های توی این فلیم ها در مورد زندگی احساسی شما دوستان عزیز، در مورد زندگی احساسیتون. خب ببینیم کارت بعدی، دو تا کارت دیگه افتاده اینجا، 3 تا 4 تا افتاد. خدا بده برکت، حرکت، قدرت، صبوری و دل شکسته دوستان. ببین عزیزان، من همیشه بهتون گفتم و باز هم بهتون میگم زندگی احساسی حتما عشقی نیستش. یک سری از شما دوستان اتفاقاتی ممکنه در زندگی شما افتاده باشه که ما رو یه وقت چلاق احساسی میکنن، معیوب احساسی میکنن، افلیج احساسی میکنن. فکر میکنیم، ذهن ما فکر میکنه که ما تا با توان هندل کردن یک رابطه احساسی درست حسابی رو داریم و وقتی که واردش میشیم دردهای ما به جای ما صحبت میکنن و یه وقتایی ما رو معرفی میکنن به عنوان انسانی که نیستیم. مثلا بهتون بگم، کسی که در یک مثلا اتفاقات خیلی بدی در دور و برش افتاده، عزیزی رو از دست داده از دور و بریاش، بعدش احساس میکنه که توانا هست و میتونه هندل کنه یک رابطه احساسی رو و وارد یک رابطه احساسی میشه و اون رو هم داغون میکنه و از خودش تصویری دیگران، یعنی در واقع نشون میدن که تصویر شخصی که نیست، در واقع اون شخص شخص بیماری هست. و اینجا من تقریبا میبینم یک سری از شما مثل میمونه که دوستان عزیز خیلی وقت هستش که روی یک سری از درداتون کار کردین، زخمای زندگیتون کار کردین و مستقل هستین و الان قدرت دارین که بخواین بتونین وارد یک زندگی احساسی جدید بشین. در ارتباط با زندگی کاری شما، اداری شما، قضایی شما، هر چیزی که هست، یک مسئله داره جبران میشه و ورود فراوانی به زندگیتون. و اما کارت بعدی
کارت بعدی حرف از خوشحالی خوشبختی میزنه براتون دوستان. توجه کنید یکی از کارت های دنیای والت دیزنی برای من این هست. خب ببینیم در ارتباط با کارت آخر، ببینید توصیه کارت ها که اون بالا به شما داده بود در کارت مادی براتون افتاد که حرف از این میزنه که اشتباه نکنید، درست انتخاب کنید. و ما ببینیم کارت بعدی، دارم میبینم که آره دقیقاً خودتون هم یه مقدار وسواس دارین، حالا یه سری روی یک سری از چیزها میترسین و اینجا هم دارم میرم برقراری یک عدالت. یک سریاتون دوستان ممکن استش که از یک مؤسسه، از یک اداره میترسین. مثلا ما اینجا همین که ورقای مالیاتی که میاد دست و پامون رعشه میگیریم واقعا. به قول امروز با یکی از دوستانی که داروخونه داره صحبت میکردم، میگفتش که من وقتی که این ورقه مالیاتیم که میاد واقعا دیگه دست و پام سست میشه. خب ببینیم با هم دیگه در ارتباط با کارت های بعدی اینا رو میپوشونم با این کارت ها دوستان عزیز، ببینیم کارت ها بهتون چی میگن. اولین کارت میگه که باز هم کارت وقت و صبوری اینجا افتاده. کهیر نزنین دوستان، معلوم نیست چی میخواد بگه حرف از این صبوری میزنه بهتون. و اینکه میگه که جور پیشرفت و اینکه اوکی باز هم صبوری و صبوری. هر چیزی که هست زندگی احساسی یک سریاتون دوستان، با اینکه زمانی هست روی خودتون کار کردین ولی دارم میبینم باز هم میگه یک سریاتون باید دوباره تکرار کنین، به خودتون فرصت و زمان بدین. دو تا کارت و بینش کارت دیگه افتاده که هر حرکت مثبت به سمت جلو میزنه. در ارتباط با زندگی کاری شما، اداری، قضایی، هر چیزی که هست، حرف از برقراری تعادل میزنه، حرف از به قول معروف موقعیت میزنه و اینجا هم حرف از چی میزنه؟ ببین برقراری عدالت توی زندگی قضایی، اداری، هر چیزی که هست دوستان. و یک موقعیتی داره سر راه شما قرار میگیره که این موقعیت ممکن هستش که برای شما مادیات خوبی رو هم در بر داشته باشه. در مورد زندگی مادی شما توانایی های شما رو دارم میبینم، توانایی شروع دو، واو، سه تا ارکان ماژور اینجا، دو تا اینجا میشه 5 تا، 5 و 1 6، 6 تا ارکان ماژور در این قسمت شما دارین در یک خط دوستان. دارم میبینم ثروت، پولی که داره به سمتتون میاد برای یک سری ها، ترکیب این دو تا کارت ها. ببینید عزیزان، دارم میبینم شما یک حالت جذب مسائل خوب توی مادیاتتون دارین الان این روزها، پس خوب دعا کنید. چپا غلطی دعا نکنید واسه خودتون که بتونین مادیات خوب به سمت خودتون بکشین. خب حالا ببینیم با هم کارت های دیگر رو. کارت های بعدی دوستان حرف از حس و حال شما گل و بلبل من میزنه، ببینیم در چه حس و حالی هستین. میگه که من در شغل خودم سرمایه گذاری میکنم و میخوام به اهدافم برسم. خب ببینیم کارت بعدی برای شما میگه که بازم میگه من کار میکنم. یه زمانی من به یان میگفتم شخ میزنه آب چاه میکشه، حالا یین شده اینجوری دوستان، آجر میندازین و آب چاه میکشین و شخ میزنین و من آفریننده هستم. خلاصه دیگه فعلا دیگه باید این روزا بگیم که حضرت به یین بگیم حضرت یانگ. و اما یانگ حضرت دود ببینیم چه خبر است. میگه که من احتیاج به ثبات دارم و عشق بعد از همه چیز شد شد نشدم حکمتی در اون هست. و اما کارت بعدی بهتون میگه که من تحت تاثیر یه نفر دیگه هستم و هرگز یاد نگرفتم که خودم رو تأکید کنم. اوکی این آقا که آزاد بوده بنده خدا، همیشه یه آهنربای تو گردنش آویزون بوده که آهنربای جذب 8 میلیون نفر کره زمین بوده دیگه. نو کامنت، خسته شدم بس که در موردش کامنت کردم دوستان. این آدم یعنی آدم برحال سر به راهی نیست. خب شاید برای من و شما اینجور باشه، شاید برای خودش هم خیلی خوب و درست هستش. من به تو احتیاج دارم، پیام شخص مورد نظرتون دوستان. من به تو احتیاج دارم، به شجاعت تو برای پیشرفت احتیاج دارم، به حمایت تو و به افکار تو و انرژی تو و پیغام های تو. من احتیاج دارم که تو رو حس کنم که تو کاری رو برای من انجام میدی، تو سرچشمه من هستی، تو الهام بخش من هستی، نقطه سر خط. خب و اما ببینیم با همدیگه عزیزان پیام فرشتگان مقرب در برای شما چی هست. میگه که نقشه زندگی تو تصور کن، تو میتونی اونو به وجود بیاری، تو میدونی که حتی
چه مأموریتی روی زمین داری. بنابراین تو میتونی دقیقا اون کاری رو که تو بهش احتیاج داری انجام بدی. بیشتر از همه شرکس فرشته مقرب تو میدونه چه چیزی منتظر تو هستش. بنابراین اون چیزی که تو دلت میخواد با تمام وجودت قابل انجام شدن هستش. پس در حال حاضر یک قلم بردار و یک ورق و روی اون تمام انتظارات خودت رو بنویس. و ما عزیزان از دست رفتم و دوست دارم که بهت تمام از با تمام وجود از سپاسگزاری کنم برای آنچه که تو انجام دادی و اگر به اندازه کافی اونا نشون ندادم معذرت میخوام. الان متوجه شدم که انرژی زیادی رو که تو صرف من کردی سپاسگزارم. روح تمام عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیز فقط من باز هم برمیگردم روی محتوای کارها، کارت ها وقتی که سپاسگزاری یک عزیز از دست رفته رو داری، نه اینکه اون به خاطر خودش داره شما سپاسگزاری میکنه. حتما شما یک کاری رو دارین انجام میدین که مایه خوشحالی این عزیز هستش که به خاطر اون کار از شما داره سپاسگزاری میکنه. من روی ماهتون رو میبوسم. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. خدا نگهدار دوستان.